به نام خداوند جان و خرد به شم هشم نعصه و نسلیه ما امروز قرار هست که درباره اولین سفر تورات مقدس تحت عنوان برشیت و آفرینش صحبت کنیم که یکی از پیچیده ترین پاراشاهای تورات می باشد من قبل از اینکه در این مورد صحبت بکنم برای اینکه به اطلاع شما برسانم که چقدر این پاراشا پیچیده و قابل بحث هست چند سوال رو مطرح میکنم این سوالی است که برای همه ما اتفاق افتاده و ما با این سوال روبرو هستیم سوال اول آفرینش آدم و حوا از نظر تاریخ یهودی 5781 و و و است سوال است چطور میشود این رو قبول کرد که تکامل و زمین شناسی نشان میدهد که عمر زمین میلیونها میلیون سال است و چگونه این رو میتونیم تطبیقش بدیم با علم؟ سوال دوم در مورد آفرینش حوا همسر آدم آورده شده است که پروردگار دنده ای از آدم رو گرفت و اون دنده رو وارد جسم بدن آدم کرد و مدد میخوام دنده آدم رو گرفت و با اون دنده حوا رو خلق کرد این سوالی است که برای همه مطرح میشه که چطور میشه این رو امروزه قبول کرد؟ سوال بعد در تورات آمده است که آدم و حوا از میوه ممنوعه درخت دانش و معرفت خوب و بد خوردند و مجازات شدند. آیا بهره برداری از معرفت و دانش گناه است اینها سوالاتی است که مطرح میشه و من به امید پروردگار شاید بتوانم در این وقت کم پاسخ در خور رو خدمت بینندگان و شنوندگان عرضه بدارم عجیب است که آدم و حوا دو فرزند داشتن حابیل و قابیل هول و قیین و اولین قتل در تاریخ یهود انجام شد و سوال دیگر این است که قیین گناهکار بود و هابل هول کسی بود که قربانی او به درگاه خداوند مورد قبول قرار گرفت اون باید از بین بره و قیم برادرش که گناه کرده اون زنده باشه آیا این درسته منطبق با عدالت الهی می باشد و سال دیگر که خیلی جالب هست این است که نوه آدم که هنوق باشه از همه کمتر عمر کرد فقط 365 سال بود در اون زمان اکثرا 800 900 سال زندگی میکردن عمرشون بود ولی این نوه آدم 300 و 65 سال زنده زنده بود و خداوند جان او را گرفت سوال آخر این است که پاسخی در تورا آمده است که پسران الوهیم پسران الوکیم که یکی از نامهای پروردگار هست با دختران زمینی هم بستر شدند خب این سوالات برای همه ما مطرح میشه و اگر اجازه بدید من شروع بکنم به اینکه سعی بکنیم این پاراشا رو در این فرصت کم حق مطلب رو ادا بکنیم من برای اینکه خدمتتون معروض بدارم چقدر این پاراشا پیچیده و مشکل هست اولین کلمه ای که هست برشید هست و جالب هست که به بزرگ نوشته میشه و رشید من الان این کتاب رو خدمتتون نشون میدم 300 صفحه هست این کتاب عنوانش این است که چرا تورا با حرف بت شروع شده یعنی اگر ما بخواهیم در مورد حرف بت فقط صحبت بکنیم ساعت ها به طول می انجامه که البته من این رو در کنیسای خودمون یک بار مطرح کردیم و البته بسیار بسیار پیچیده بود به کمک بعضی از دانشجویانی که علم فیزیک و طب و اینها خونده بودند سعی کردیم که یه مقداری حق مطلب رو ادا بکنیم و اما در مورد کلمه برشیت حخامی مفسرین تورا به این نتیجه رسیدند که با این حروف بیش از 700 کلمه میشه ساخت یعنی در واقع اعتقاد بر این است که تمام تورا در همین واژه برشیت میتونه بگنجه حالا خودتون رو جای بنده حقیر بگذارید چگونه میتونیم این مسئله رو حل بکنیم من اول در مورد حرف بت صحبت میکنم درسته که 300 صفحه نوشته شده ولی من خیلی خلاصه براتون صحبت میکنم اولا میدانید که ما پاراشای برشیت رو قسمتی از اون رو دیروز خواندیم یعنی در روز سیمخاتورا و دیروز هم آخرین سفر برشیت رو خوندیم و و هم قسمتی از برشیت رو خوندیم چرا؟ به چه دلیل؟ دلیلش این است که پیام داره به ما میده که تورا هیچ و هیچگاه نیست که تمام بشه و شروع بشه مثل یک دایره اینها به هم وصله و هخامیم یک تشبیه بسیار قشنگی کردن میگن آخرین حرف آخرین پاراشای تورا که به زود باشه ل هست لام هست و اولین حرف هم به هست پس ل و ب میشه لو میشه قلب و اما من در مورد برشید فقط دو مطلب رو دو تا موضوع رو میگم که ساده تر باشه اولا برو اگر شما دقت بکنید مثل خانه میمونه بیت حروف ابری حروفی است که با سایر زبانها بسیار بسیار متفاوته هر حرفیش معنا داره شکلی داره گیمل مثلا مثل حالت شتور هست و و و و غیره که البته اون یه بحث بسیار زیادی است و اما برشت رو اگر دقت بکنید مثل خانه هست که بالا، پشت و پایین بسته است، جلو بازه. یعنی پیامش این است که ما یک فردی که ما اسرائیل ها که داریم تورا را میخوانیم باید این مسئله را همیشه مورد توجه قرار بدیم که به طرف جلو بریم به طرف آینده بریم و من با اجازه شما فقط پاسخ اول و پاسخ دوم رو می خوانم یک نتیجه ای می میخوام بگیرم که بسیار جالب هست خوب دقت کنید خداوند در ابتدا آسمان و زمین را آفرید آسمان میشه شامعیم زمین میشه هارس و زمین توهی و بایر و تاریکی بر سطح آبهای اولیه بود باد عظیمی بر سطح آبها موج میزد اگر شما دقت بکنید چهار عنصر رو در اینجا شما میبینید میدونید که از نظر علمی تمام کائنات مثل بدن انسان همه چیز از چهار عنصر تشکیل میشه آب باد خاک و آتش و اگر دقت بکنید تمام این چهار عنصر رو در همین پاسخ اول و دوم میبینیم چطور؟ میگه شامعیم شامعیم اون معیمش میشه آب اون شش میشه سمبل اش آتش هست یعنی آب و آتش اولین عناصر تشکیل دهنده ی کائنات آب و آتش بوده است و در, پا در پاسخ دوم دو مفهوم آب رو میبینیم و باد رو میبینیم پس آب و باد و خاک و آتش زمین معنی خاک آسمان میشه آتش و آب و باد خب حالا برگردیم به اصل مطلب پاسخ بعد میگوید اولین چیزی که خداوند خلق کرد روشنایی بود و خداوند گفت روشنایی شود روشنایی شد روشنایی و نور یکی از ارکان مهم یهودیت است شما میدونید که شبهای شبات های یهودی شم روشن میکنند و این نشانه این است که این نوری که در شم میاد دو خاصیت داره یکی اینکه به مجرد اینکه این نور روشن میشه فورا تاریکی رو از بین میبره پس ما نور به خاطر این است که نور است که تاریکی رو از بین میبره البته از نظر یهودیت تعالیم یونانی به منزله ظلمت و تاریکی است همانطور هم از نظر جامعه شناسی تعالیم دوران قرون وسطا به منزله ظلمت و تاریکی است که در قرن هجدهم که قرن نور شناخته شد سیکل دو لومیه سنچری آف لایت معتقد بودند که این فلاسفه در قرن هیچده باعث شدند که به کمک اون افکار و عقاید نوینشون ظلمت و تاریکی قرون وسطا را از بین بردن پس ببینید روشنایی چقدر مهمه خداوند روشنایی را دید که خوب است خداوند بین روشنایی و تاریکی را جدایی انداخت خداوند روشنایی را روز نام نهاد تاریکی را شب نامید خوب دقت کنید وقتی که اینجا میگه روز و شب روز و شب موقعی مطرح میشه که معیار زمان باشه معیار زمان از برای ما انسان ها موقعی است که خورشید باشه طلوع و غروب باشه و جالب هست که خورشید در روز چهارم آشکار شد و در این روز خورشید هنوز خودش رو نشون نداده بود پس معیار زمان از روز چهارم شروع میشه خب اگر ما بیاییم و اینطور تفسیر بکنیم که در شش دوره خداوند آسمان و زمین و کائنات رو خلق کرد یوم این یوم رو ما نمیتونیم روز روزم اگر به کار ببریم 24 ساعت این 24 ساعت زمان ما یک زمان قراردادی است شما میتونید این زمان رو نجومیش بکنید و چون خورشید روز چهارم خودش رو هویدا کرد پس این میتونه میلیون ها میلیون سال هم به طول بی انجامه اینجاست که پاسخ سوال اول اینجا داده میشه و اما بعدش در مورد این است که اگر دقت کرده باشید من با اجازه شما نمیخوام بیشتر وارد این قسمت بشم من از جناب ربا ازراخیان اجازه گرفتم همین امروز ایشون در مورد این آفرینش شش روز مقاله ای نوشتند در روزنامه شفار مجله شفار و اگر خواستید با من تماس بگیرید من این رو براتون میتونم فوروارد کنم ولی من وارد اون قسمت الان نمیشم اما یک موضوعی رو میخوام مطرح کنم و اون اینکه اگر ما معتقد هستیم که پروردگار قدرت مطلق و است و هر کاری از او ساخته است خب میتونست در یک روز تمام اینها رو انجام بده اما بعضی از مفسرین معتقد هستند که اصولاً تورات مقدس رو ما نباید به منزله یک کتاب تاریخ یک کتاب زمینشناسی مطالعه بکنیم به هیچ وجه چیزی نیست تورات مقدس یک چارتره یک اینستراکشن درس زندگی است برای ما و ما باید از این دید نگاه کنیم اولین پیامی که ما میگیریم این است که هدف از آفرینش این بود که انسان خلق بشه هدف اصلی انسان بود و برای این موضوع مقدماتی لازم هست برنامه ریزی باید بشه از قبل مثلا روز اول که جدایی نور و تاریکی بود آماده شده بود برای پدیدار شدن خورشید و ماه و ستاره ها روز دوم که آبها و آسمان بود آماده شده بود برای پرندگان و ماهی ها روز سوم که گیاهان به وجود آمدند و خشکی و قاره ها یعنی اینکه وسایل فراهم میشه مقدمات فراهم میشه برای خلق حیوان و انسان پس ببینید اولین پیامی که اینجا به ما داده میشه این است که انسان باید رو برنامه کار بکنه برنامه ریزی داشته باشه هدف مشخص باشه نقشه باید نقشه مشخص باشه ما معتقد هستیم که نقشه آفرینش تورات مقدس بوده انقدر تورات مهم هست چون تورات هم به آب تشبیه شده و هم به آتش تشبیه شده و اما اگر اجازه بدهید چون وقت کم هست من میخوام وارد بخش دیگری بشم و اون این است که وقتی که خداوند گیاهان رو آفرید گیاهان و درختان در روز سوم پاسخی هست در تورات مقدس فصل اول پاسخ 29 میگوید اینک هر گیاه هر بعضداری را که بر سطح تمام زمین است و هر درختی را که در آن میوه درختی بذرآور وجود دارد به شما دادم برای شما خوردنی باشد یعنی نتیجه میگیریم از این پاسخ که آدم و حوا قبل از اینکه اون گناه رو مرتکب بشوند اجازه خوردن گوشت نداشتن در این پاسخ در این آیه میگه فقط گیاهان و میوه های درختی برای شما مواد غذایی باشد پس ما نتیجه میگیریم که مصرف گوشت در واقع یک کامپرومایز هست و بعد از طوفان نوح بود که مصرف گوشت مجاز شد که انشالله در هفته آینده در پارشای نوح مفصل در این مورد من با شما صحبت خواهم کرد و اما خداوند دید که اینک آنچه را درست کرده بسیار خوب است تو معود شام گشت بامداد شد روز ششم وقتی که خداوند میگوید تو بسیار خوب این پیام بسیار بزرگی برای ما داره که هر آنچه که آفریده شده می خوب هست نه تنها خوب هست بسیار خوب هست شاید مرگ هم که در واقع نتیجه گناه بود او را هم آن را هم ما نباید از دیدگاه منفی نگاه کنیم و اما دقت کنید با امداد شد روز ششم روز ششم روز اول رو تورات میگه یوم اخاد روز اول یوم خمیشی روز پنجم اما در مورد روز ششم میگه یوم یک حرف ه اضافه میکنه یوم هشیشی روز ششم که بعد از روز ششم که روز هفتم هست روز استراحت هست شبات هست و بسیار بسیار مقدس هست برای ما یهودی ها به همین دلیل روز ششم رو حشیشی که یکی از حروف نام اعظم هست به اون اضافه میشه. خداوند روز هفتم را برکت کرد و آن را مقدس نمود و من حالا در این فرصت در مورد شبات فرصت نمیشه که صحبت کنم ولی مقدس هست. و فقط من یک نکته میخوام خدمتون معروض بدارم بسیار جالب و بعد برمیگردیم به اصل مطلب و اون این است که اگر شما تاریخ تکامل و زمین شناسی رو بررسی بکنید دانشمندان معتقدند که چهار دوره بوده و هر دوره به دو قسمت تشکیل میشه دوره اول نیمه اول دوره اول نیمه دوم دوره دوم و الان از نظر علمی ما در نیمه اول دوره چهارم هستیم میشه چند تا؟ میشه هفت نیمه اول دوره چهارم میشه هفت پس اینجا هم این موضوع تطبیق میکنه و مسئله تقریبا بسیار جالب هست البته تا اینجا مقدمه بود و اصل مطلب که قرار هست که من بیشتر تاکیدمون رو آفرینش آدم و حوا باشه بیشتر با دقت بیشتری صحبت کنیم پاسخ هفت بسیار بسیار پاسخ جالبی است میگه خدا خداوند آدم را از خاک زمین به وجود آورد یعنی آدم از خاک به وجود آورد این مسئله مهم بسیار مهمه وقتی که میگه از خاک یعنی از زمین زمین وقتی که صحبت میشه بالاترین خصوصیت زمین قوه جاذبه هست یعنی جاذبه انسان رو میکشه به طرف زمین یعنی امیال جسمانی چون جسم ما از خاک تشکیل شده و میدونید که اگر ما استخوان و گوشت و اینها رو در آزمایشگاه ببریم از همون مواد خاک هست تفاوتی با خاک نداره مثل درخت میبونه با میزی که با چوب ساخته شده هر دوی اینها مواد اولیش یکیست پس این خاک جزئی ای از بدن انسان هست اما حیوانات هم همینطور اما کلمه ای که در مورد انسان به کار برده میشه خلق ویسر در مورد حیوانات با یک یود به کار برده شده یک یود بیشتر نیست اما وقتی که به انسان میرسه با دو تا یود هست همون کلمه هست یعنی میخواد نشون بده تفاوت انسان با حیوان در چیست اولا در مورد حیوان به صورت رمه و به صورت گله خلق شد ولی انسان به صورت انفرادی و به همین دلیل هست که انسان اشرف مخلوقات میشه و اما خدا خداوند آدم را از خاک زمین به وجود آورد و در بینیش روح زندگی دمید بسیار بسیار مسئله مهمی است و ما باید به دقت این رو مورد نظر قرار بدیم و آدم جاندار شد چه موقعی جاندار شد؟ موقعی که پروردگار از وجود خودش در بینی انسان دمید این مسئله بسیار مهمه نشان میده که ما معتقد هستیم که انسان بر خراف حیوان دو بعدی است به همین دلیل دو تا یود به کار برده شده یک بعد جسمانی است که از خاک هست و میخواد بره به طرف پایین جذب میکنه ما رو و ذره از نور خدا ذره از وجود خدا که در وجود ما هست اون رو ما بهش میگیم نشان ما این آسمانی است یعنی زمین و آسمان رو ما معتقد هستیم که در این پیامی که این پاسخ به ما میده باید به هم وصل بکنیم ذره از نور خدا میخواد بره بالا آسمانی است اما امیال نفسانی میخواد بیاد پایین پس یک تضادی بین اینها هست یک تقلای بین اینها هست که بالاترین درسی که یهودیت به ما میده و من هفته پیش این رو تا حدودی بیشتر در موضع صحبت کردم این است که باید ما هماهنگی ایجاد کنیم بین تمایلات نفسانی و تمایلات معنوی و روحانی و اما مسئله بعد مسئله بعد این است که خداوند آدم را گرفته او را در باغ عدن گذاشت یعنی گن ایدن و خوب دقت کنید از اینجا یک مقدار حساس میشه من میخوام دقتتون رو بیشتر جلب بکنید چون خیلی مهمه خدا خداوند به آدم چنین فرمان داد خداوند گن ایدن رو باغ ایدن رو که بهشت باشه خلق کرد و همانطور که گفتیم تمام میوه ها و گیاهان اون, اون زمان بسیار بسیار مقوی بودند و برای غذای آدم و حوا و انسان کافی بود از هر درخت باغ حتما می توانی بخوری اما از درخت معرفت نیک و بد نخور چون روزی که از آن بخوری خواهی مرد خوب دقت کنید میگه از درخت معرفت نیک و بد نخور خب ما چه برداشت اینجا میکنیم آیا معرفت دانش نیک و بد چیز منفی است که ما انسان ها نباید از اون بهره برداری بکنیم اینجاست که این سوال بسیار مهم مطرح میشه من سعی میکنم این رو پاسخش رو خدمت شما بدهم اینجا میگوید معیار خوب و بد معیار خوب و بد تفاوت داره با درست و غلط خوب و بد یک معیار دیگری است من برای شما مثالی میزنم آیا سخت جنین خوبه یا بده آیا حمله اسلحه خوبه یا بده خب شما میدونید که الان بزرگترین مسئله ای که الان مطرح است مسئله ابورشن هست خب لیبرال ها میگن خوبه کانسروتیو ها میگن بده کدام اینا درسته ببینید درست و غلط با خوب و بد تفاوت داره درست و غلط نیست در تورا نمیگه درست و غلط دو دوتا تا با چهار تا آب در صد درجه میجوشد درست و غلط مطرح نیست معیار خوب و بده بله بزرگترین پیامی که اینجا داده شده این است که انسان اگر بخواد معیار خوب و بد رو تشخیص بده نمیتونه با معلومات و دانش خودش تشخیص بده همانطور که دارید میبینید ما الان چه معزلی داریم معلوم نیست که سخت جنی خوبه یا بده حمله اسلحه خوبه یا بده اینجاست که این مسئله پیام بسیار بسیار جالبی داره به ما داده میشه میگه ای بشر خاکی معیار خوب و بد رو پروردگار تشخیص میده و ما انسان ها نمیتونیم خوب و بد رو تشخیص بدیم چون ممکنه یک چیزی فرض کنید که رقیق القلب بودن خوش قلب بودن دلرحم بودن خوبه یا بده شما میدونید که اگر در یک گروه مافیا باشید برای اون گروه این خصلت بدی است خوب نیست پس ببینید اینجاست که خوبی و بدی این پیام بسیار جالب هست من از این موقعیت است استفاده می کنم در مورد سخت جنین اگر الان این مشکل رو با توجه به تعالیم یهودیت مطرح بکنن شاید بهترین راه حل باشه از نظر یهودیت اعتقاد بر این است که جنین وقتی که تشکیل میشه تا روز چهلم جاندار نیست و جالب هست که تحقیقات علمی همین چند سال پیش یا شاید هم چند ماه پیش من مقاله ای می این بود که شما میدونید که وقتی که فرد فوت میکنه یک صفحه ای هست در بیمارستان که این خط میشه افقی یعنی دیگه تمام میشه ولی تحقیقاتی که شده از روز چهلم به بعد هست که این نشون داده میشه که اون بچه ای که در شکم مادر هست از چهلون به بعد جان میگیره جاندار میشه پس اگر بیاین این مشکل رو برطرف بکنن که متاسفانه لیبرال ها به این نتیجه رسیدن که حتی یک روز قبل از زایمان هم میشه امکانش هست که سخت جنین بکنه یعنی بچه ای که نه ماه ساخته شده یک موجود جانداره آیا این قتل نیست اگر بیاین و استفاده کنن از تورات مقدس چقدر جالب هست و چقدر مشکلات برطرف میشه خب پاسخ بعد خدا خداوند گفت تنها بودن آدم خوب نیست کمکی در مقابلش درست کنم خب میدانید که کمک یعنی مددکار عبریش میشه ازر کنک دو ایزر یعنی کمک کننده مددکار کنگدو یعنی در مقابل خب متاسفانه بعضی ها برداشت غلط از این موضوع گرفتن و اون برداشتشون این است که مرد بالاتره مرد برتره و زن پایینتره من خدمتتون میخوام بگم که به هیچ وجه چنین چیزی درست نیست چون اگر دقت بکنید واژه ازر دو جای دیگر هم به کار برده شده که خداوند ازر اسرائیل هاست آیا اینجا ما میتونیم بگیم اون زیر دست اون بالا دسته؟ خیر پس اینجاست که ما باید دقت بکنیم تورات را که میخوانیم تحت و لفظی ترجمه نکنیم مراجعه کنیم و حق مطلب رو ادا بکنیم تورات متاسفانه خیلی ها تحت و لفظی این رو ترجمه میکنن و این متاسفانه نتایج خوبی نداره برداشت های غلطی میشه که من انشالله امشب میخوام بعضی از اونها رو اصلاح بکنیم بعد میگه ایزر کنگدو کنگدو یعنی در مقابل او خب در مقابل او هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه اگر اج... اگر اجازه بدید من یک پاسخ دیگری رو میخونم بعد این رو تفسیر میکنم اون در مورد آفرینش حوا هست خدا خداوند از آن دندی که از آدم برداشته بود زنی ساخت این ترجمه ای است که شده است و او را نزد آدم آورد یعنی خداوند دنده ای از آدم رو گرفت و با اون زنی ساخت و او را نزد آدم آورد اگر اجازه بدید من اینجا یک مقدار میخوام دقت کنیم بیشتر بحث کنیم چون حساسه این کلمه و واژه دنده متاسفانه آنطور که شاید و باید خوب ترجمه نشده من کلمه ابریش رو به کار میبرم کلمه ابری دنده سلا هست سلا اگر بررسی بکنیم در در سفر شموت که ساختن مشکان هست در پاسخ بیست آمده که برای زل دومی مشکان زل دومی رو همون سلا به کار برده یعنی سلا معنای اصلیش میشه زل یعنی سعید بخش و جالب هست که به زبان انگلیسی هم من مراجعه کردم اگر کلمه سید رو بررسی بکنید یکی از معانی سید هم معانی به اصطلاح نه معانی اصلیش معانی فریش دنده هم میشه پس ما اینجا بیاییم به جای اینکه دنده رو به کار ببریم بگیم بخش زلی و چقدر مشکلات رو برطرف میکنه این موضوع وقتی که ما میگیم ازر کنگدو در مقابل او باز من فکر میکنم که یک پاسخ دیگری را هم باید بررسی بکنیم حالا بهش میرسیم و متاسفانه کشیش های کاتولیک مسیحی از این برداشت به صورت منفی استفاده کردن میگویند چون زن بخشی از مرد هست پس مرد برتر بالاتر و اینجاست که تا چند سال پیش هم وقتی که مراسم ازدواج رو خطبه عقل رو میخواستن جاری کنند به زن میگفتند که مطابق این آیه تورا این پاسخ تورا زن باید فرمان بردار شوهرش باشه. این برداشت رو کردن. اما این برداشت است بسیار غلط. حالا چرا غلط هست؟ من این رو یک موضوع دیگری رو مطرح می کنیم بعد بهتر میتونیم نتیجه بگیریم که؟ آدم و هوا قبل از گناه و بعد از گناه حالا میریم رو گناه آدم و هوا خداوند به آدم دستور داد البته من این قسمت برتری زن و مرد رو هنوز تمام نکردم اول این رو میگم بعد بر میگردیم این رو مفصل من بحث خواهم کرد چون ارتباط پیدا میکنه اینها با هم خداوند دقت کنید به آدم گفت از این میوه که البته حخامی معتقدند که اتروق هست برای اینکه اتروق یک میوه است که من در جلسه پیش در مورد مورد سوکا در مورد اترق مفصل صحبت کردم حالا اینکه اتروق هست یا سیب هست اون بحثی است جداگانه خداوند به آدم گفت که از این میوه نخورید پیامش هم که گفتیم الان چند دقیقه پیش و اما دقت کنید هوا رفت و در این باغ این درخت رو دید این درخت درختی بود که نظرش رو جلب کرد خیلی قشنگ بود خیلی زیبا بود و اینجا بود که مار آمد خواست او را وسوسه بکنه این وجود مار یکی از مسائل بسیار مهمی است که در یهودیت خیلی در مورد اون بحث شده و مهم هست ما معتقد هستیم که چون دو نیرو در وجود ما هست یکی نیروی جاذبه زمین یکی هم نیروی اینکه میخواد خودش رو از جاذبه بکشه بالا اینها با هم در تضادند. یکی میخواد بره بالا یکی میخواد بیاد پایین دائما اینها در تقلا هستند. یه دل میگه برو برو یه دل میگه نرو نرو یک آدم هست ولی دوتا دل داره یعنی یکیش آسمانی یکیش زمینی و اینها دائما در تقلا هستند ما معتقد هستیم که یکی یتسر توف هست یکی یتسر هار هارع هست یعنی یک نیرویی که انسان رو میکشه به طرف زمین به طرف زمین یعنی مادیات خور و خواب و شهوت و حرس و ثروت و قذب و شهوت و غیره امیال نفسانی و اما اون نشامایی که در وجود ما هست امیال روحانی هست آسمانی هست مقدس هست که ما یهودی ها معتقدیم که باید قادش بشیم این نیازهای زمینی رو ما یهودی ها چیز بدی نمیدونیم ولی نحوه ارزا اون باید به صورت تقدس باشه مقدس باشه فرض کنید که ازدواج بدوشیم خوردن شراب بدوش و حتی قدیش که ما در مورد مرده ها صحبت میکنیم اینها این اعمال رو ما باید به صورت تقدس انجام بدیم غریزه جنسی چیز بدی نیست اما بسته به اینکه شما چگونه او رو ارضا کنید حیوانوار ما نباید ارضا بکنیم نباید فقط متوجه این باشیم که ما یک نیاز جسمی داریم و اون فقط اون هست که باید برطرف بشه مثل ازدواج های هالیوودی ازدواج های هالیوودی این یک بعدیه و میدونید که خیلی که طول بکشه یک چند ماه یا چند روز یا چند ماه بیشتر دوام نمیاره برای اینکه این اون این مسئله دو بعودی انسان بسیار بسیار مهمه و این مار سمبل اون یتسرهاره هست سمبل اون نیرویی است که میخواد به انسان قبول بکنه که نه تو برو به طرف پایین زمینی هستی یه سرهاره بد خود اون نیازها بد نیست اما نحوه ارزایش برای ما مطرح است و اینجاست که مرتازهای هندی حتی کشیشهای کاتولیک معتقدند که چون این نیازها در حیوانات هم مشترک هست اصلا فی نفسه بده و اصلا ازدواج نمی کنند دالائی لاما اصلا این مسئله جنسی رو در خودش سرکوب کرد و نتیجهش رو دارید میبینید که همین دالایی لاما چند وقت پیش اعتراف کرد که چه اشتباه بزرگی کرده ولی ما در یهودیت مطابق فرامین پروردگار که همون تورات مقدس باشه از طریق ازدواج رسمی ازدواج مقدس ما این نیاز رو برآورده میکنیم و اما خوب دقت کنید ببینید مار به زن چی میگه زن به مار گفت از میوه درخت این باغ آیا خواهیم خورد مار به زن میگه که بخور اشکالی نداره چیز بدی نیست معیار خوب و بد رو چون معیار خوب و بد از ویژگی های پروردگاره تو هم مثل پروردگار میشی چیز بدی نیست این تلقی نیست که یه سرهاره داره به ما میکنه الان هم متاسفانه دانشمندان رو اگر شما برنامه های تلویزیونشون رو بررسی کنید اکثرا همین هست دقیقا مثل این مار تأکید میکنن که انسان یک بودی است و فقط اون نیازهای جسمانی مطرحه من اینجا جسارتا میخوام این خدمتتون معروض بدارم که باید تجدید نظر بکنن اگر این راه پیش بره نابودی بشریت خواهد بود همین کرونا رو شما بررسی بکنید و حالا من نمیخوام وارد اون قسمت بشم من اوایلی که این ویروس آمد مفصل در مصادف بود با موعد پیسه مفصل صحبت کردیم که انسان باید به خودش بیاد و این حالت یک بعدی رو بگذاره کنار و اگر ما انسان رو دو بعدی در نظر بگیریم هم بود بعد نفسانیات هم بعد معنویات به مراتب قسمت اعظم مشکلات برطرف خواهد شد و اما ببینید زن هوا به مار چی میگه میگه از این درخت نباید بخوریم و آن را لمس هم نباید بکنیم آن را لمس نکنیم یک نکته بسیار جالب است که من کشف, کشف کردم خداوند وقتی که به آدم فرمان داد که از اون میوه نخورید کلمه ای از لمس به کار نبرد خداوند نگفت که لمسش نکنید گفت نخورید حالا من نمیدونم هوا چرا این لمس رو اینجا تکرار میکنه یا آدم بهش گفته که اشتباه آدم بوده یا از طرف خودش بوده که به اصطلاح خواسته تأکید بکنه و این را هم از خودش اضافه کرده اینجاست که پیام مهمی ما میگیریم و اون این است که فرامین خداوند رو ما نمیتونیم تغییر بدیم از خودمون چیزهایی را اضافه کنیم تورات مقدس ببخشید من نزدیک چهل سال هست که مرتب چهل سال تمام هست که تورات رو دارم مطالعه میکنم مطالعات جامعه شناسی هم داشتم چهل سال پیش پونزده سال جامعه شناسی تدریس می ولی بعد از این چهل سال که این مطالعه رو کردم به این نتیجه رسیدم که تورات مقدس ما فوق تمام علوم هست من با جسارت تمام این رو خدمتون میگم و حاضرم هستم که مناظره هم اگر باشه با دانشمندانی که انسان رو یک بعدی در نظر میگیرند مناظره داشته باشم و اما اینجا دیگه لمس رو نمیگه وقتی که هوا لمس میکنه درخت می میبینه که هیچ خبری نشد و اینجا بود که اون میوه رو میخوره و به آدم هم میاد میگه که من خوردم چیزی نشد و تو هم بخور و اما حالا دقت بکنید وقتی که این گناه انجام شد خدا خداوند آدم را صدا زده به وی گفت کجایی؟ ای؟ یکا خیلی جالب این کلمه کجایی ای؟ من به گوشهای خودم شنیدم یکی از فلاسفه معاصر کنونی که من نامشو نمیبرم و خیلی هم معروف هست در یکی از صحبتهاش برای اینکه متاسفانه تختعی بکنه تورات رو گفت مگر خدا نمیدونه که آدم و هوا آدم کجا هست این چه سؤالی است که میکنه میگه کجایی ای؟ اینجاست که متاسفانه کسانی که تورات رو خوب مطالعه نکردن تعجب میکنم چطور به خودشون اجازه میدن که چنین ایراداتی رو بگیرن اول با باید برون سالیان سال مطالعه کنن این کلمه کجایی رو بررسی بکنن و حالا من چند دقیقه در مورد کجایی با شما صحبت میکنم واژه کجایی اگر شما دقت بکنید ایکا به ابری آمده این ایکا تداعی یک کلمه دیگری است ایخا که البته املای ایکا این ای نیست اما در تورات مخصوصا املای این کلمه کجایی با ایخا یکی میشه ایخا یعنی دریقا افسوس ما میدونید که روز نهم آو تیش آب آو یک شب مخصوصی است میگیم شب نوعی شب ای خواب و نوعی شب ایخا یعنی شبی است که ما اسرائیل ها در مورد بیت اول و دوم اشتباهاتی کردیم خطاهایی کردیم و بیت خراب شد این ناملایمات برای ما پیش آمد و خداوند میگه ای خا دریغا افسوس من به شما دستور دادم که در این باغ از این, از این میوه نخورید فرمان رو گوش نکردید افسوس بر شما و حالا من یک مثال دیگری میزنم که مفهوم کجایی رو بهتر درک بکنیم پدری به پسرش میگه که ببین من صلاح نمیدونم تو امشب در اون پارتی شرکت کنی نکن شرکت نکن این پسر متاسفانه در اون پارتی شرکت میکنه پدر هم این موضوع رو میدونه وقتی که این بر میگرده متوجه شد یه نفر به, شو به پدر اطلاع داد که اون در اون پارتی حضور داشته شرکت کرده وقتی که این فرزند برگشت خانه پدر اولی سوالی که میکنه چیه؟ برای اینکه میخواد ببینه عکس العمل اون بچهش چیه؟ میگه کجا بودی؟ آیا پدر نمیدونه که بچه کجا بوده؟ اینکه میدونه که کجا بوده اما میخواد از اون جوابی که میگیره نتیجه بگیره آیا هاشا میکنه؟ آیا و اینجاست که این مسئله کجایی همیشه همین الان هم برای هر کدام از ما مطرحه که ما کجاییم کجای کار هستیم آیا فقط به دنبال انباشتن پول و ثروت هستیم و همه چیز رو در ثروت میدونیم کمک و نیکی رو گذاشتیم کنار فقط جنبه های نفسانی و مادیات برامون مطرحه که متاسفانه الان برای اکثریت ابنای بشر متاسفانه متاسفانه الان فقط مادیات مطرحه و دارید میبینید که الان چه خطراتی داره ما رو تهدید میکنه و اما جوابی که آدم داد چه بود آدم گفت که تقصیر زن بود اون به من گفت یعنی در واقع پیام این است که انسان الان هم اگر شما این سوال رو بکنید هی hey, خطا رو به گردن دیگری میذاریم یعنی احساس مسئولیت خودمون نمی کنیم. و به زن هم به هوا هم گفت اون هم گفت مار به من گفت پس این بالاترین پیامی که اینجا به ما داده میشه و بسیار بسیار پیام مهمی است این است که انسان باید احساس مسئولیت فردی بکنه گناهانش رو به گردن دیگری نیندازه اگر همین کار رو انجام بدیم قسمت اعظم مشکلات و اختلافات از میان برداشته خواهد شد و اما مطلب بعدی که من رو اون خیلی میخوام تاکید کنم که در واقع اون رابطه آدم و حوا رو نشان میده اینجاست و اون نوع مجازاتی بود که خداوند انجام داد. خدا خداوند به مار گفت چون این کار رو کردی این است که از این به بعد روی زمین میخذی و فقط خاک غذای تو خواهد بود حالا اون یه بحثی است که چرا خاک فقط غذاش خواهد بود خاک همیشه برای مار غذایی است که دائما در اختیارشه و زحمتی نمیکشه و این هم چیز خوبی نیست حالا ما اون قسمت رو میذاریم کنار من بیشتر رو آدم و حوا میخوام تاکید بکنم به زن گفت حتما رنج و درد بارداری تو را زیاد خواهم کرد فرزندان را با رنج بزایی و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو مسلط خواهد بود خوب دقت کنید این نوع ترجمه ترجمه صحیحی نیست چرا؟ چون اگر ما این کلمه ابری رو بررسی کنیم میگه این شال باخ این شال تسلط به زبان ابری از کلمه ملخ میاد سلطنت تسلط از سلطنت میاد مملوخ سلطنت ولی اینجا واژه ایمشالبا ایمشال رو به کار برده من میخوام روی موضوع یه مقدار تاکید کنم که این مسئله این کلمه چه معنایی داره آیا واقعا معنای تسلط معنای فرمان بریست و فرمان است یا معنای دیگری داره من برای اینکه این, که این مسئله رو بررسی بکنیم خیلی جالبه شما وقتی که شبات ها ما برخای تورا میخوانیم آخرین برخایی که ما میخوانیم میگیم مشلیم کنقد کولا این مشلیمی که ما میخونیم از همین ویژه ایمشال هست یعنی مکمل نه تسلط تکمیل کننده مکمل با تسلط تفاوت زیادی داره یعنی پیامی که ما اینجا میخوایم بگیریم این است که زن مکمل حتی متمم هم نیست متمم یعنی تمام کننده نه مکمل هست مکمل یعنی اینکه اولا از نظر یهودیت میدانید که در همین پاراشا هم آمده که زن و مرد یک موجود حساب میشن، زن و شوهر یک نفر هستند نه دو نفر یکی دیگری رو کامل میکنه بالاترین نمونه این کامل کردن یعنی کمبودهایی که شوهر داره زن اون رو کامل میکنه ما بهترین مثالش ریبقا و, و حضرت اسحاق هست حضرت اسحاق انسانی بود آن دنیایی ولی ریبقا در خانه لاوان بود و واقعیت رو می شناخت واقع بین بود ریبقا و حضرت اسحاق در واقع ایدئالیست بود آرمانگرا بود آرمانگرا با واقعگرا اینجا بود که ریبخا اون حالت آرمانگرایی مطلق اسحاق رو کامل کرد و تشخیص داد که اصاف پسر اونها نامناسبه البته من در این مورد الان کمتر صحبت میکنم انشالله چند هفته دیگر وقتی که ما رسیدیم به پاداشاهایی که مربوط به ابراهام و یسحاق و یعقوب میشه این رو من مفصلتر صحبت خواهم کرد پس ما اینجا نباید نتیجه بگیریم که وقتی میگه اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود پس او بر تو مسلط خواهد بود چنین برداشتی صحیح نیست و اما برای اینکه این موضوع ثابت بشه من مطالعاتی که کردم این است که حتی آمده همین کلمه اشتیاق اشتیاق باران برای زمین اشتیاق پروردگار برای اسرائیل از همین کلمه به کار برده شده پس آیا این دلیل بر این است که اون بر اون مسلطه و حتی در مورد ماه و خورشید هم که نگاه بکنید همین کلمه به کار برده شده یعنی در واقع معنای تسلط نیست معنای کامل کردن هست و این کامل کردن بسیار مهم هست و مسئله دیگر پاسخ بعد میگه زمین به خاطر تو ملعون بشه یعنی خداوند زمین را هم کرس میکنه یعنی بعد از اینکه این گناه انجام شد زمین دیگه اون قابلیت رو نداره که گیاهان و میوههایی رو تولید بکنه که نیازهای جسمانی انسان رو برآورده بکنه پروتئین کافی داشته باشه که البته اون انشالله هفته آینده که پاراشای نوح خواهد بود توجه شما رو جلب میکنم به هفته آینده هفته آینده بسیار که یکی از سهم سهمگین ترین و ناراحت کننده ترین پاداشاها هست یعنی نابودی کره زمین یعنی شما فقط یک لحظه تجسم کنید آب داره میاد باران داره میاد سقف شما تا سقف رسیده از سقف هم میره بالا آسمون خراشه نیویورک را هم زیر آب میبره ببینید چه حالتی به انسان دست میده این است که من فقط این نکته رو گفتم که توجهتون رو جلب بکنم که خداوند با اون زحمت با اون برنامه ریزی که خلق کرد متوجه شد که نه باید عوض بکنه اون هم یک درس بزرگ دیگری است که انشالله هفته آینده من در اون مورد با شما مفصل صحبت خواهم کرد و اما قسمت بعد آدم و حوا با زنش همبستر شد خیلی جالبه این همبستر شدن به زبان عبری یعنی یاده یادعتی یاده یعنی دانستن یعنی اینکه یک زن و مرد با شناخت هم هست این شناخت بسیار بسیار مهمه اینکه ما میگوییم در نظر اول من عاشق شدم اینها نیست یک زن و شوهر به مرور ایام همدیگر رو میشناسند و این شناخت هست که بی اندازه مهمه و اما مسئله بعد حوا حامله شد و قیین را زایید و گفت با کمک خدا مردی به دست آوردم بار دیگر هول هول ما میگیم حابیل و قابیل قین و هول برادر او زایید هول چوپان شد و قیین کشاورز شد و ما درس بسیار جالبی که ما اینجا میگیریم خوب دقت کنید دو تا برادر بودند. این دو تا برادر آمدن دو چیز رو بین هم تقسیم کردند و قیین گفت که آنچه که غیر منقوله متعلق به منه و آنچه که منقول هست متعلق به هول منقول و غیر منقول یعنی زمین متعلق به قاین و هر آنچه که منقول باشه مثل لباس و هر آنچه که هست متعلق به هبل هست جالب هست که این کلمه قاین وقتی که شما به زبان عبری میخواید مراجعه کنید معناش یعنی اکوایر یعنی اکتساب کننده کسب کننده که هوا این نام رو آورد من روایتی میخواندم خیلی جالب بود روایتی بود که هول آمد و به اون قسمتی که متعلق به قیم بود وارد شد قیم بهش گفت اینجا مال منه برای چی اینجا آمدی؟ هم گفت خب پس اون لباسی هم که تو پوشیدی متعلقه به منه من کسبش کردم مال منه ببینید همین مال من و تو مال منی و مال تو چقدر این پیامی داره به ما میده که چقدر این مهمه جالبه که به زبان عبری مال من ما نداریم به زبان عبری به فارسی و انگلیسی داریم میگیم آی هف ولی به زبان عبری آی هف رو میخوان ترجمه کنیم میگیم یشلی تعلیم تورایی و تعلیم یهودیت که پروردگار از ما میخواد این است که کلی کل هارس اصلاً یکی از دلایل این که خداوند تورات مقدس با آفرینش آسمان و زمین آمد برای این است که نشان بده به ما که مالک اصلی خداونده و ما انسان ها به طور موقت این در اختیار ما هست که از اون استفاده کنیم و اگر شما صاحب ده ها ملک هم باشید یک نیمه آجر اون را هم نمیتونید با خودتون ببرید در واقع همه چیز امانت در دست ماست و ببینید چه پیام جالبی است و اما وقتی که هابیل و قابیل هر دوشون خواستند سلوک خودشون رو به خداوند نشون بدند هبل بهترین گوسفندش آوارد و قایین متاسفانه بهترین میوه رو نیاورد اینجا بود که خداوند قربانی هول رو پذیرفت اما قربانی قایین رو نپذیرفت اینجا بود که یک حالت کینه حسادت غلبه کرد بر قایین. بالاترین پیامی که این به ما داده میشه این است که قایین از چی ناراحت شد از این ناراحت شد که خودشو مقایسه کرد با هول گفت مال اون قبول شده مال من نشده بالاترین پیام بالاترین درسی که به ما داده میشه من خدمتون بگم که تمام مندرجات تورات مقدس حاوی پیام زندگانی است داستان هایی که در برشید آمده ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف و و, و و و و, و غیره تمام اینها درس زندگی است قصه نیست داستان نیست تاریخ یهود هم نیست پیام هست درس زندگی است که اگر ما انسان ها این درس رو یاد بگیریم قسمت اعظم مشکلات و ناراحتی هامون برطرف خواهد شد بالاترین پیام این است که خودت رو با دیگری مقایسه نکن اینجاست که من میخوام خدمت پدران و مادران و اولیا بگم وقتی شما به فرزندتون میگی از پسر خالت یاد بگیر ببین اون چجوره بالاترین اشتباهه یعنی شما هر فردی برای خودش خصوصیات خاص خودشو داره مقایسه کردن درست نیست نباید کسی رو با کسی مقایسه کرد این درس بزرگی است که به ما داده میشه و اما خداوند به قیین هم گفت ناراحتی خب خودتو اصلاح کن خودتو درست کن ولی متاسفانه قیین باز گوش نکرد و اون حسادت آنچنان بر او غلبه کرد که متوسل به قتل هول شد و هول رو به قتل رسانید اولین قتل صورت گرفت حالا سوالی مطرح میشه این سوال این است که الان هم مطرح است که چرا انسان های ظالم انسان هایی که راشا هستند خوب دارن زندگی میکنند انسان هایی که صدیق هستند مؤمن هستند از زندگی خوبی برخوردار نیستند این یک مسئله ای است که داره مطرح میشه و من میخوام یک پاسخی در اینجا خدمتتون بدم و اون این است که ما معتقدیم که عدالت پروردگار کامل و بدون نقص هیچ ایرادی به او نمیشه گرفت و اما آخر آقبت قیین چه شد؟ آخر آقبت هول چی شد؟ آخر هول این بود که هوا بار دیگر فرزندی زایید به نام شت و خود حوا هم در همین تورات دقیقا صریحا میگه که در واقع ریانکرنیشن روح هول بوده در شت شت حضرت نو هم از شت هست و اما ببینیم اعقاب قیین کیا بودن شما میدونید که در پاراشای هفته آینده در طوفان نوح همه انسان ها از بین رفتن فقط نوح بود که زنده بود و این نوح از اعقاب هول هست اما عقاب قایین قابیل همشون از بین رفتن پس ببینید ما اینجا درس بزرگی میگیریم که بسیار بسیار مهم هست من چند دقیقه دیگری در مورد یک پاسخ دیگری صحبت میکنم و اون این است که هنوق نوه آدم اگر دقت کرده باشید فقط 365 سال عمر کرد و در این 365 سال پاسخ فصل پنجم پاسخ 23 نشون میده که این هنوق در اون زمان متاسفانه انسان ها به طرف بتپرستی رفتند فکر کردند که ماه و خورشید و اینها هست به پرستش اونها پرداختند و از اون راه اصلی منحرف شدند ولی این نوه آدم هنوق میگه با خداوند سلوک کرد یعنی ویت یعنی با خداوند راه رفت در مورد نوح و ابراهام هم همین واژه آمده که اولین پاسخی که هفته آینده میخونیم این است که نوح به خداوند تقرب جست یعنی با خداوند حلق درست همین کلمه به کار رفته شد خب حبقق این هنوخ که مردی بود که صدیق بود و عمرش از همه اینها کمتر بود اکثرا اونها دقت کرده باشید 800 سال و 900 سال بود ولی این 365 سال چرا باید در این سن کم اون فوت بکنه علا رقم اینکه مرد صدیقی بود من در این مورد خیلی خلاصه خدمتون میگم درسته که صدیق بود ولی یک انسان صدیق کافی نیست که فقط برای خودش صدیق باشه باید بتونه آنچه که در وجودش هست رو اون صداقت رو اون صدیق بودن رو به دیگران هم منتقل بکنه اما حبقوق متاسفانه در این مورد ضعیف بود و بهتر بود که هرچه زودتر فوت بکنه البته روایاتی هست که اون به قدری صدیق بود که تبدیل به یک ملاخ شده است و به هر جهت من این رو فقط خواستم که به طور خلاصه خدمتون مطرح بکنم و اما چار پنج دقیقه دیگری که ما وقت داریم یک نکته ای هست که به نظر من بد نیست که اون را هم بگیم و اون هفتارای این هفته هست که ما در برشیت میخونیم در, در برشیت هفتارایی که خوانده میشه از یشعیا نبی هست من دو سه پاسخ اولش رو خدمتتون میخونم چرا ما این هفتارا رو در ارتباط با برشیت داریم میخونیم من پاسخ اول و دوم رو خدمتون میگم اولا میدونید که یشعیا خصوصیت خاصی داره که از همه انبیا متمایزه در واقع حخامی معتقدند که یشعیا علاوه بر اینکه نبی بوده مسنجر هم هست پیغام آور خداوند هم هست پیام خداوند رو داره میده و اولین پاسخی که ما در این هفته را میخونیم این است که خدای قادری که آسمان ها را ایجاد نمود و آنها را گسترد و زمین و اجزای آن را خلق خلق کرد و به اقوامی که روح آن می باشند روح آن می باشند، روح روح یعنی روح و آنهایی که بر آن راه می روند روان عطا فرمود روان میشه روح و نشما و فاسخ بعد من خدایی هستم که تو را به صداقت دعوت کردم یعنی خداوند داره میگه که انسان رو به صداقت دعوت کرد صداقت واجه است ریشه ای در تورات مقدس صدق و همانطور که چند ماه پیش بود در پاراشای شفتیم که ما گفتیم که تمام تورات رو اگر بخواهیم خلاصه کنیم میگه صدق صدق تیردوف عدالت را به طور کامل اجرا کن و تو را نگهداری میکنم تا نور ملت ها باشی یعنی ما اسرائیل ها موظفیم این نور الهی که در وجود ما هست این نور الهی رو ما باید منتشر بکنیم در تمام ملل و یکی از عواملی که باعث نابودی جامعه بشری میشه عدم اجرای عدالت هست به هر جهت نابودی سرانجام به نابودی خواهد رسید اگر عدالت به طور کامل اجرا نشه و نکته بسیار مهم که من میخوام با این سخنانم رو خاتمه بدم به عنوان حسن ختام اون پاسخی که اول هست اگر ما به زبان عبری مراجعه بکنیم به زبان حال به کار برده شده یعنی اینکه بالاترین پیام هست بسیار پیام مهمی است یعنی اینکه این آفرینش دائما در حال تجدیده دائما تجدید میشه و اگر خداوند این تجدید رو انجام نده منجر به نابودی خواهد شد مثال میزنیم براتون یک ورزشکاری توپی رو میگیره و این توپ رو میزنه به هوا شما میبینید که این توپ داره میره بالا اما آیا به خودتون میگید که این توپ کار خودشه نه میدونید که یک نیروی بوده است که این رو کشونده بالا که اگر اون نیرو متوقف بشه اون هم میاد پایین و همه چیز تمام میشه این درس بزرگی است برای ما و ما معتقدیم که پروردگار خداوند البته دو نام اعظم پروردگار هست که از همه مهمتره اولش الوکیم هست که اگر دقت کرده باشید پاراشای قسمت پاراگراف اول برشید با الوکیم آمده ولی قسمت دومش که خداوند می آید و آدم و هوا رو به آدم میگه که تو, تن تو نباید تنها باشی اون قسمت اول خیلی جدی بوده الوکیم مظهر قضاوت هست اما بعدش یوتخه وافخه هست که مظهر رعفت و مهربانی است یعنی اینکه خداوند آنچنان رعوف هست که اگر هم ما انسان ها گناهانی کرده باشیم راه تشوبا و راه توبه رو به ما نشون داده و همانطور که میدانید ماده روز بود که شادی کردیم سیمخاتورا بود و گناهانمون بخشیده شده و از این پس که ما برشیت رو شروع می کنیم، نباید فکر بکنیم که برگردیم به همون حالات اول باید این حالت حالتی که ما در یوم کیپور به ملائک رسیدیم که با روخشم که بود را هم با صدای بلند خوندیم که از جس خودمون رو رها کردیم در مورد سوکا جسم و روح رو با هم تلفیق کردیم ما درسته که از حالت فرشته به صورت انسان آمدیم ولی نباید در جا بزنیم باید در عرض تمام, تمام سال سعی بکنیم که پراگرس کنیم پیشرفت کنیم تا سال آینده که دوباره ما به مقام ملائک برسیم و به صورت امقادش بشیم و همانطور که ما در موعد سوکا هفتاد گوسفند رو قربانی کردیم یعنی برای صلح جهانی هفتاد ملل هم ما مهم هست برامون و معتقد هستیم که تا صلح جهانی برقرار نشه صلح برای ما یهودی ها هم کافی نیست صلح جهانی برای ما مطرح است من انشاالله آرزو میکنم که هر چه زودتر شاهد این باشیم که شاهد ظهور ماشیه باشیم به تمیقداش سوم ساخته بشه نشانه این است که صلح و آرامش جهانی برقرار خواهد شد و ما از این طوفان پلتراتومی که داریم بتونیم جان سالم به در ببریم و دنیا روی آرامش و صلح رو ببینه کل هم تیهیو بروخیم اگر سوالاتی هم شما دارید من در خدمتون هستم بفرمایید من تا اونجایی که ممکن هست میتونم بهتون جواب بدم و اگر فرصت نیست شماره تلفن من در فیسبوک هست میتوانید اون رو پیدا بکنید هر سوالی که داشتید مخصوصا در مورد این مقاله جناب ربای ازراخیان و این کتابی که 300 صفحه در مورد حرف بت فقط نوشته شده اگر خواستید مشخصاتشون رو بتون بدم مراجعه کنید و مطالعه کنید بسیار بسیار جالب خواهد بود کل هم تیهیو بروخیم هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم تا هفته آینده پاراشای 9 9 بسیار بسیار مهمه آخرین قسمتی که پاراشای این هفته تمام میشه مربوط به نوح هست که ما روزهای شبات که شبات برخا میشه آخرین قسمتی را که ما میخوانیم خیلی خیلی جالبه من این رو خدمتتون میگم و نوح ما ساخن به اینه ادونای یعنی اینکه ما از خداوند میخواهیم که مثل نوح مورد پسند خداوند قرار بگیریم و نوه ما ساخن به عین هشم ده بار این رو تکرار میکنیم و به قدری پاراشای هفته آینده جالب است که علا رقم این که ما نوح رو این پاسخ رو تکرار می کنیم که در نظر خدا پسندیده آمد اما از نظر ما یهودی ها اولین یهودی محسوب نمیشه انشاءالله هفته آینده در این مورد مفصل صحبت میکنیم و پیام اون رو خدمتون خواهم گفت انشاءالله که هفته خوبی داشته باشید کولهم هم تهیو به باز اگر سوالی هست میتونید شما الان بنویسید من دارم نگاه میکنم و مخصوصا از آقای منوچهر زلیخایان که لطف کردند و سوال کردند که قعین و هبل با چه کسی ازدواج کردند در حالی که در تورات مقدس از کسان دیگری نامی برده نشده است بله بسیار سوال جالبی است جوابش این است که هاین و قبل که وقتی که به دنیا آمدند هبل با دو قولو بودم با یک خواهر و قیین با دو خواهر بود یعنی دو تا خواهر هم اینجا به دنیا آمدن که در واقع پاسخ سوال شما هست و نکته دیگری که خدمتون باید بگم این است که در روایات یهودی در میدراش آمده که حضرت آدم با زن دیگری هم بوده به نام لیلیت که اون لیلیت یک زن بسیار بسیار افریتهی بوده و اون حالت تقدس رو نداشته ولی این هوا هست که مقدس بوده و تقدس هوا از آدم هم بیشتره چون هوا به شبات نزدیکتره آدم فقط از خاک آفریده شد اما هوا از مستقیما از خاک آفریده نشد و نام آدم همیشه اداما یعنی خاک اما هوا دو حرف نام اعظم الهی رو داره یود و خه که نشان میده که تقدس هوا از آدم بیشتر بوده و شاید پاسخ رو شما گرفته باشید که پاسخی در تورات نیامده ولی در ترمود و گمارا اگر شما مطالعه بکنید هاین و قبل هم خواهران دوقلو داشتن باز اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خیلی جالب بود حسین واقعا جالب جالب بود. تلفن میزنم زنم میپرسم میخوام اون راجع به, به... اطلالی بشه خواهش اگر... می کنم من در خدمتتون هستم با با کمال میل من جوابشون رو خواهم داد. باز, باز اگر سوالی هست. نه شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خیلی چیزا من ی... من یکی خیلی چیزا یاد گرفتم. خواهش میکنم. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی. اسمع. خلاصاک مرسی. خواهش میکنم. شب بخیر. شب بخیر.